آیا میدونستید حرفای والدین به باورهای کودکان تبدیل میشه؟ در این ویدیو با ما همراه باشید ببینیم چگونه این اتفاق میفته. سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. معمولا کودکان تاثیرپذیری زیادی از اطرافیانشون دارن و تقریبا میشه گفت که هیچ کدوم از اطرافیان به اندازه پدر مادر برای کودکان تاثیرپذیری ندارن. پدر مادر در واقع مرکز جهان هستی برای کودکان هستن و حرفهای اونها حتی اگر به شوخی هم باشه برای کودکان به باور تبدیل میشه. اگر شما اعتقاد دارید که کودکتون فرزند باهوشیه و با لیاقتیه، مطمئنن اونا هم این اعتماد به نفس رو در خودشون تقویت خواهند کرد و به این باور خواهند رسید. اگر شما فکر کنید که کودکتون فرزند نادانی هست و بی‌لیاقت هست، مطمئنن این عدم اعتماد به نفس رو در اونها رشد خواهد داد. اگر شما فکرهای خوبی در مورد کودکتون دارید، پس حتما حق با شماست از نظر کودکان. و اگر شما افکار منفی و ناخوشایندی در مورد کودکان دارید، باز هم نظر اونها اینه که حق با شماست و به این خاطر که شما بیشتر درک دارید و میفهمید از کودکان، اونها این حرف شما رو به عنوان یک اعتقاد برای خودشون و یک باور برای خودشون میپذیرند. پس اگر شما معتقدید که فرزندتون بسیار با لیاقت، فرزند انسان با لیاقتی بار خواهد آمد، و اگر فکر میکنید فرزندتون نادان و احمقه، در واقع اون هم به این حماقت خودش اعتماد پیدا میکنه، باور پیدا میکنه و همونجور که شما میگید میشه. بنابراین کودکان از اونجایی که والدین رو در مرکز جهان هستی و جهان بینی خودشون میبینن، هر چیزی رو که شما میگید از نظر اونها حتما حق با شماست و اون رو میپذیرن و به عنوان باور برای خودشون دارن، مگر اینکه در بزرگسالی پی به این اشتباه ببرن و سعی کنن تحت آموزه‌های جدید و تمرین‌ها و ممارست‌هایی که گاهن بسیار هم سخت هست، اون نظرها رو عوض کنن، اون باورها رو عوض کنن تا بتونن به یک انسان در واقع با لیاقت و با اعتماد به نفس بهتری تبدیل بشن. و از اونجایی که معمولا ذهنیت ها نسبت به حرف های منفی راحت تر اون باورها و اعتقادات رو میپذیره تا حرف های مثبت، بنابراین حرف های منفی همیشه جایگاه بسیار مهمتر و قوی تری در ایجاد باورها و شخصیت آینده اون کودک داره و والدین باید بسیار در رابطه با این قضیه جدیت به خرج بدن، حساسیت به خرج بدن و حتی به شوخی هم که شده باید از این نوع حرف زدن ها در باره کودک پرهیز بکنن. شنیدن مکرر دیدگاه منفی از جانب دیگران و یا به اسم بردن حرف های نامربوط و نادرست و حتی القاب نادرستی شبیه چاق، خنگ و امثال این ها در رابطه با کودکان میتونه رو اونها تأثیر دراز مدت و طولانی و حتی بسیار جدی بذاره که باید اونها توجه بشه. بنابراین این بسیار اهمیت داره، چرا که شنیدن اینها کم کم در ناخودآگاه اونها به باور درونی اونها تبدیل میشه و هر چقدر هم که شما امکانات و وسایل خوب و پیشرفته در اختیار اونها بگذارید، اونها چون اون عدم اعتماد در اونها در واقع رشد کرده، نمیتونه از اونها فرد بسیار با لیاقتی رو بیرون بیاره. و اگر چنانچه در ناخودآگاه اونها به باور درونی اونها تبدیل بشه، تبدیل به حال و هوای ثابت زندگی اونها میشه و بر همون اساس تعیین کننده شخصیت زندگی اونها خواهد شد. و تجمع این حرفهای منفی و در نهایت باورهای منفی برای کودک به این صورت خواهد بود که اون نسبت به خودش عنوان این که فرد دوست داشتنی و ارزشمندی هست و با صلاحیت اختلال ایجاد میکنه و در روند تشکیل شخصیت اون به عنوان یک فرد اجتماعی موثر
بسیار روند منفی رو شروع خواهد کرد. به جای حرفای منفی و تحقیرآمیز به کودکان و خرد کردن عزت نفس اونها، خصوصا تو سالهای اولیه زندگی که اونها از نظر شخصیتی دارن شکل میگیرن، همیشه از حرفای مثبت و محرک و معقول و منطقی برای کودکان استفاده کنی. اونها رو بیش از حد با حرفای مثبت مثل بادکنک باد نکنید و یک شخصیت تخیلی و به دور از دسترس برای اونها ایجاد نکنید، در این حال که از حرفای منفی سعی کنید به هیچ وجه استفاده نکنید و اعتماد به نفس اونها رو پایین نیارید. حالا در واقع اگر چنانچه عادت دارید با الفاظ منفی و رکیک و ناخوشایند و تحقیرآمیز کودکان رو صدا بزنید، حتی به شوخی در واقع یک نوع سوء استفاده کلامی برای اونها محسوب میشه که عاقبت خیلی خوبی برای اونها نداره. اگر چنانچه عزیز دارید که مشغول تربیت کودکشون هستن، این ویدیو رو با اونها هم به اشتراک بگذارید تا اونها بتونن رعایت مسائل تربیتی کودکان رو به خوبی انجام بدن. ممنون از توجهتون.